شما خواهم بود. در برنامه گذشته وعده دادم که در دنبال آن نقدی که نسبت به سخنان آقای دکتر متینی داشتم و همچنین درباره نفت، برنامه امروز رو به موضوع ملی شدن صنعت نفت و پاسخ دادن به پاره ای از چیزهایی که درباره نادرستی کار مصدق در ملی کردن صنعت نفت یا کاری که به هر حال باور من این است که مردم کردن، مصدق رهبر این حرکت بود و یک کار قانونی از سوی مجلس بود، به اون بپردازم. اما رویدادهای بسیار مهمی که در این 10 روز گذشته به وقوع پیوسته و به ویژه این رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق، من رو برام داشت که موضوع بررسی نفت رو به هفته آینده واگذار کنم و برنامه امروز رو به مسئله و بغرنج کردستان اختصاص بدم. این ماجرای رفراندوم در اقلیم کردستان عراق، بخواهیم یا نخواهیم، بر کشور ما، بر ترکیه، بر عراق که آشکار است و بر سرتاسر خاورمیانه تأثیر خواهد گذارد. من البته باور ندارم که بارزانی به پای استقلال رسمی برود و خواهم گفت دلایل خودم رو، ولی بر روی یک گام بسیار برجسته‌ای برداشته شده و مسئله‌ای رو به وجود آورده که ما باید به اون بپردازیم. به ویژه این که در ایران هم برخی از گروه‌های قومگرای کرد مانند حزب دموکرات کردستان یا کوموله، اینها هم در سرنای یک نوع استقلال در کردستان میدمند، حالا گاه از خودمختاری سخن میگویند، گاه از یک دولت فدرال در درون ایران و گاه نیز از این سخن میگویند که شاید یک کردستان بسیار بزرگ از همه کردستان ها، همه سرزمین های کردنشین ایران و ترکیه و عراق و سوریه به وجود بیاید و این رو مربوط میکنند به یک آرزوی تاریخی که در میان مردم کرد وجود داشته. اما پیش از اینکه این برنامه رو با این گفتار آغاز کنم و به این موضوع بسیار مهم بپردازم، از آنجایی که نسبت به نقد من به سخنان آقای جلال متینی و کتاب کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق بر روی نقدهایی شده، ایمیل هایی دریافت کردم و حتی چند نفر بنده رو متهم به این کردن که سخنان آقای متینی رو درست بازگو نکردم و ایشان رو یک چهره نادرستی از ایشان به مردم دادم، به یکی از این سخنان پاسخ میدم. همیهنی در یک ایمیل بلند بالایی برای بنده نوشتند که آقای متینی این عبارت ایشانه و البته این فقط عبارت ایشان نیست، یکی از این برنامه سازان در یکی دیگر از این تلویزیون ها هم هر روز این رو تکرار میکنه که آقای متینی، یا هر بار که درباره آقای متینی سخن میگوید، که آقای متینی صدها کتاب منتشر کردند و به گفته و بازگو کردن از این برنامه ساز تلویزیونی میگویند که اندازه کتاب هایی که ایشان منتشر کردن از قد بلند این برنامه ساز بیشتره، یعنی ایشان اینقدر کتاب منتشر کردن که وقتی این کتاب ها رو روی زمین قرار میدهی 1 متر و مثلا 70 سانتی متر بلندی این کتاب ها میشه، یعنی در حدود مثلا 100 کتابشون منتشر کردن. آقای جلال متینی کتابی منتشر کردن به نام خاطرات سالهای خدمت. حالا این همیهنی که این نامه رو نوشتن، ضمناً میگن شما در میان این صدها کتابی که ایشان منتشر کردن چرا قرآن رو، که ایشان تفسیر قرآن رو به این چسبیدید و این رو بهانه قرار دادید، که خواهم گفت من چه گفتم. این کتاب سالهای خدمت از سوی آقای جلال متینی در سال 2016 میلادی به چاپ رسیده، سال گذشته، یعنی کتاب تازه است، کتاب کهنه‌ای نیست. تا اونجایی که من آگاهی دارم و تردیدی هم ندارم در این مورد،
از هنگام انتشار این خاطرات سالهای خدمت که کار پژوهشی نیست، یک خاطراتی است. آقای متینی کار پژوهشی یا کتاب پژوهشی دیگری از ایشان منتشر نشده. خب معمولا در پشت جلد کتاب ها همه این کارو نمی کنن. من خودم این کارو نکردم، ولی بسیاری از نویسندگان در پشت جلد کتاب سیاهی از کارهایی که منتشر کردن رو می آورند. و ما اگر بخواهم این سخنان یکی از این برنامه سازان رو که این آقا هم تکرار کردند، البته گمان می کنم آقا هستن چون اسم خودشون رو نگفتن، ولی از اسم مستعاری که انتخاب کردن معلوم هست که اسم مردانه است. به هر حال، حالا آقای خان، این کتاب آقای جلال متینی در سال 1395 خورشیدی 1916 به چاپ رسیده. در خارج از ایران هم به چاپ رسیده. یعنی هیچ گرفتاری آقای متینی برای اینکه بیایند و این انبوه 1.70 متری کتاب‌های خودشون رو سیاهی اون رو منتشر کنند نمی‌داشتند. نوشتن تألیفات، یعنی خود نویسنده میگوید تألیفات من، کارهای من که منتشر شده چی؟ این کارهایی که قد اونها 1.70 متره از اندازه انسان هم بلندتر، اگه روی هم بنشینیم، این کارها چی؟ ایشان از 3 کتاب نام بردن، یکی هم 2 بار نام بردن، یعنی 4 کتاب نام بردن. بازچاپ کتاب یکی از این کتاب ها رو هم به عنوان یک کتاب تألیفاته اشاره کرده. این تألیفات چیه؟ نخستین تألیف ایشان بعد از این همه سالهای کار پژوهش، به گفته خودشان، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق. سومین کار ایشان چیه؟ نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، چاپ دومه. خب هیچ پژوهشگری چاپ دوم کتاب خودش رو جزو تألیفات حساب نمی‌کنه. حتی اگر این کتاب به چاپ 15 هم برسه و حتی اگر در چاپ 15 هم اندازه این کتاب نسبت به چاپ 1 3 برابر هم شده باشه، هنوز 1 تألیف به شمار می آید. تألیف دوم، ایران در گذرگاه زمان، مجموعه مقالات. مجموعه مقالاتی که ایشون در درازای کارهای دانشگاهی و کارهای پژوهشی و خارج از کشور که بودن و اینها نوشتن، در یک مجموعه به نام ایران در گذرگاه زمان به چاپ رسوندن. آخرین کار ایشان چیه؟ دکتر علی شریعتی در دانشگاه مشهد فردوسی. این 3 کتاب تألیفات ایشون. من این 3 کتاب رو دارم و این 3 کتاب رو که هنگامی که روی هم بگذارید به قوزک پای قد کوتاه منم نمیرسه، تا چه برسه که از قد بلند این برنامه ساز حتی بالاتر باشه. البته ایشان گفتن که چند متن تاریخی رو هم تصحیح کردن. اینها جزو معمولاً این جزو تألیفات به شمار نمی آید، بلکه جزو کارهای تصحیح متون هست، ولی من این رو هم به حساب تألیفات ایشون میذارم. در این مجموعه تألیفات کتابی رو 5 کتاب رو نام بردند. 5 کتاب که اینها کتاب هایی است که ایشان تصحیح کردند، یعنی متن خطی بوده، این متن خطی رو برداشتند و تصحیح کردند و به چاپ رساندند و کار بسیار ارزنده ای هم در این راستا انجام دادن. دستشون هم درد نکنه، از ایشان باید سپاسگزاری کرد. اما اینکه گفته بشود که ایشان پژوهشگری است که میزان کارهای او از اندام یک انسان قد بلند بیشتر میباشد، یه روی هم قرار بدیم، خب اینها شوخی هایی است که نباید کرد، زشته. این همه ما پژوهشگر در تاریخ ایران داشتیم که اگر همه کارهای اونها رو روی هم قرار بدهی شاید به نیم متر هم نرسه و نمیرسه. آخه چه اصراری هست که ما بیاییم و درباره یک فردی دروغ بگیم و خود اون آدم هم
در نقد به این برنامه ساز نگه آقا خواهش میکنم اغراق نکنید. بنده 3 تا کتاب نوشتم، یکیش به چاپ دوم رسیده، 5 تام تألیف دارم که در ایران کارهای خطی قدیمی رو برداشتم و تفسیر کردم، تصحیح کردم و تصحیح انتقادی کردم. این همیهنی که نامه نوشتند و با این عبارات سخنان خودشون آغاز کردن، ایرادی که به من گرفتن این است که آقا شما در میان این همه صدها کاری که ایشان کردن چرا این تفسیر قرآن رو چسبیدید؟ من نخستی که ایرادی در این نمی بینم که کسی بیاید و یک کتاب خطی تفسیر قرآن رو تصحیح کنه و به چاپ برسانه، کار بسیار نیکیست، هیچ ایرادی نداره. ولی هنگامی که ایشان و به تقلید از ایشان نویسنده اون کتاب کالبد شناسی یک شکست آقای میرفتروس میآیند و مصدق رو به دلیل اینکه رساله دکترای خودش رو در مورد ارث در آیین شیعی نوشته متهم میکنند که پس حتما این آلودگی به باورهای مذهبی داشته، اینجاست که من دست میبرم و میگویم که خود شمایی که چنین تخم لقی رو میشکنید، یکی از 5 کاری که در ایران کار انتشاراتی شما بوده، چون بقیه خارج در آمده، این کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق ایران در گذرگاه زمان و دکتر علی شریعتی، کارهای ایشان در خارج از کشور در این 30 سال گذشته است. آن کاری که در ایران ایشان انجام دادند، کار دانشگاهی، کار فرهنگی، کار پژوهشی ایشان بوده، همین 5 کتابی است که پشت اینجا هم گفتن که کار خودشون نیست، بلکه اینها رو در واقع تصحیح کردن. یکی از اینها تفسیری بر یکی از 10 جزوه قرآن است که ایشان در کتابخانه موزه بریتانیا پیدا کردن. من عین عبارت ایشان رو از همین کتاب از صفحه 116 میخونم. میگوید که پس از 6 ماه اقامت در آمریکا به انگلیس رفتم تا چند ماهی را در کتابخانه موزه بریتانیا صرف مطالعه نسخه های خطی فارسی در آن کتابخانه بکنم. بعد تعریف میکنه، میگه شما نمیدانید چه گنجینه‌ای در این کتابخانه است، چه مقدار زیادی کتاب در اینجا وجود داره. و من به خیلی از اینها رو نگاه کردم، ولی در میان اینها 2 کتاب خیلی من رو جلب کرد. در ضمن بررسی نسخه های خطی آن کتابخانه به 2 کتاب برخوردم که به نظرم بسیار جالب توجه آمد. خب توجه کنید، من نیستم که میگویم اگر شما چشمتون به این 2 کتاب افتاد و یکی از اونها شما رو جلب کرد حتما شما ریشه های عمیق مذهبی دارید. خیر، من دارم منطق خود ایشون رو بهره میگیرم ازش. در ضمن بررسی نسخه های خطی آن کتابخانه به 2 کتاب برخوردم که به نظرم بسیار جالب توجه آمد. از آنها عکسی تهیه کردم. یکی از آنها کتابی بود که نام نداشت، مؤلف و تاریخ تألیف آن نیز معلوم نبود. دیگری 1 جلد از 10 جلد تفسیر قرآنی بود که مثل کتاب قبلی نه نامش معین بود و نه معلوم بود چه کسی و در چه تاریخی آن را نوشته است. پس از آن که به ایران بازگشتم، آن را به ترتیب توسط بنیاد فرهنگ ایران چاپ کردم. یکی از کارهای ایشان بنابراین چاپ یکی از 10 جزوه تفسیر قرآن است که 1/10، یعنی همه این جزوه هم در دست نیست، بلکه این 1/10 قرآن رو فردی گمنام آمده تفسیر کرده به زبان فارسی و ایشان این کتاب رو یافته و اون رو به چاپ رسانده. کار بسیار بسیار ارزنده ایشون انجام دادند. اما وقتی ایشان میآیند و رساله دکترای مصدق رو دلیل بر این قرار میدن که مصدق انسان سکولار نبوده است، که من میایم و میگویم شما هم که خودتون در میان این انبوه کتاب های خطی موزه بریتانیا چشم شما جلب این تفسیر قرآن شده، آیا میتوان به شما این اتهام رو زد که شما هم حتما به همان بیماری که دیگران رو متهم میکنید گرفتار هستید؟ به داوری من نه، اما با دیگران با ابزاری برخورد کنید که با همون ابزار سر شما رو نبرند. با دیگران رفتاری بکنید که با همون رفتار و با همون محک خود شما رو اگر به داوری کشیدند متهم نشوید.
مصدق یک انسانی بوده، در یک کشور مسلمانی زاده شده، مسلمان بوده، اسمش محمد هست، مانند آقای متینی که اسمشون جلال هست، اینها اسمای عربی اسلامی است. آقای جلال متینی هم مانند محمد مصدق مسلمان پرورده شده، مانند خود من. اینکه در آینده چه باوری خواهند داشت جدا از این مسائل، انسان مسلمان در یک کشور مسلمان میتواند سکولار باشد و میتواند مذهبی رفتار کند. من بر این باورم که آقای جلال متینی انسان سکولاری است و با همون ابزار باور بر این دارم که دکتر محمد مصدق یک انسان سکولار بوده. ولی اگر ایشان میآیند و از رساله دکتر محمد مصدق این رو بهانه میکنند و یا قرآن از جیب در آوردن مصدق رو در هنگامی که در مجلس پنجم در اعتراض به ماده واحده فکر میکرده بیرون او رو خواهند کشت، شهادتین رو به لب زبان میآورد، این رو بهانه میگیرند که پس این آدم تا مغز استخوان آکنده بر از باورهای مذهبی بوده. بنده میگویم شما هم که رفتید به کتابخانه موزه بریتانیا، کتابخانه بریتانیا، چرا تنها این کتاب جلب توجه شما رو کرده؟ آیا من میتوانم با همین ابزاری که شما مصدق رو متهم میکنید شما رو متهم کنم؟ پاسخم به درازا کشید. اجازه بدهید که به آنچه که برای برنامه امروز فراهم کردم بپردازم. رهبر اقلیم کردستان عراق آقای بارزانی سالهای درازی بود که تهدید میکرد که رفراندوم انجام خواهد داد و سرانجام تب او نوبه شد و دست به رفراندوم زد و چند روز پیش، دیروز یا پریروز، فکر کنم شاید دیروز، پیامد این انتخابات، این رفراندوم رو اعلام کردن. من در شگفت هستم که در این کشورهایی که دولت‌های تک حزبی در اونجا چیره است یا حکومت‌های خودکامه شخصی یا دولتی در اونجا چیره است، چرا هر رفراندومی که برگزار می‌کنند، هر رأی‌گیری که می‌کنند 95 تا 97 درصد مردم بهش رأی میدن؟ جمهوری اسلامی، رفراندوم قانون اساسی و همه انتخاباتی که در عراق انجام می‌گرفت، انتخابات در کشورهای خودکامه و دیکتاتوری دیگر و امروز هم در کردستان عراق 97 درصد مردم به استقلال رأی دادند. شاید هم دادند. جذاب این شعار. بگذاریم که در همین دوره بسیاری از مخالفان یا منتقدان با آقای بارزانی یا کشته شدند یا فراری شدند یا برخی در زندان هستند. چند تن از مشاوران پیشین ایشان به کانادا پناهنده شدند. فساد آنچنان سراپای دولت آقای بارزانی رو گرفته که میگویند در هیچ دوره تاریخ دولت صدام فسادی که امروز در عراق دولت بارزانی وجود داره وجود نمی داشته. به گمانم با جمهوری اسلامی رقابت میکنند که کی بیشتر فاسد است. در این سالهای پس از لشکرکشی دولت آقای بوش به عراق، یعنی از 1903 به این طرف، 1902-1903 به این طرف، در درازای این 14-15 سال نزدیک به 40 میلیارد دلار درآمد نفت این منطقه عراق گم شده، از بین رفته. حالا چند تا ساختمان درست کردن، خیابان کشیدند مانند خود ایران، در ایران هم از این کارها کردن، ولی انبوهی از پول هم در این میان گم شده. در ایران هم اگر شما نگاه کنید، راهن کشیدن، جاده ساختن، ساختمان درست کردن، ولی شما مجموعه هزینه هایی که در ایران برای این کارها خرج شده رو اگر حساب بکنید، میبینید که دست کم 50 درصده، دست کم 50 درصد آن چیزی که درآمد دولتی ایران بوده در این سالها از میان رفته. برخی کارهای پژوهشی که منتقدان به دولت آقای بارزانی در این مورد کردن، کردهای که در اروپا زندگی می کنند، استادان دانشگاه، پژوهشگران برجسته می گویند که میزان دزدی در این دوران، در دوران 15 ساله در
اقلیم کردستان بیش از 70% پولیست که به دست این دولت رسیده، تنها شاید حدود 30% و کمتر برای آبادانی اقلیم کردستان خرج شده. و کسانی هم که به کردستان سفر کردن میگویند که جدا از یکی دو شهری که در اون کارهای انجام شده، بیشتر مردم کرد اقلیم کردستان عراق دگرگونی چندان زیادی در زندگی خودشون احساس نمی کنند. افزون بر این، دولت اقلیم کردستان عراق بین 20 تا 30 میلیارد دلار به دولت عراق بدهکاره، چون نفت رو فروختند و بنا بوده بر پایه اون پیمانی که بسته شده بوده برای ایجاد دولت نو در عراق، این درآمد نفت عراق در اختیار دولت مرکزی قرار بگیره و تقسیم بشه، بخشی به اقلیم کردستان پرداخته بشه، برخی به بخشای دیگر عراق. دولت آقای بازدانی این پولها رو خرج کرده، سهم دولت مرکزی رو هم نداده و به داوری من یکی از دلایل برجسته اعلام این رفراندوم برای معامله است، برای این است که در واقع این بدهی ها رو دولت عراق ازش چشم بپوشه و آزادی های بیشتری به دولت بارزانی بدهد تا او بتواند از درآمد نفت اقلیم کردستان عراق که بخشی از اون رو هم که مال اقلیم کردستانی است، اونها رو هم از آن خودشون میخوانند میدانند، از اونها بتوانه بهره‌برداری کنه. من بر این باور نیستم که با وجود تهدید کشورهای مانند ترکیه یا دولت مرکزی عراق، اقلیم کردستان عراق رسما پای استقلال بره. من فکر میکنم این بخشی از این معامله است. حالا جالب اینجاست که در این کارزار یکی از کشورهایی که با هر جنبش و کوششی برای اینکه بخشی از خاک خودش ازش جدا بشه، با چنان باش درندگی واقعا درگیر می شود، دولت روسیه است که نه تنها حاضر نیست بخشی از چچن از خاک روسیه جدا بشود، بلکه بخشهای از گرجستان، بخشهای از اوکراین رو هم به خاک خودش متصل کرده، اصلا کریمه رو که گرفته. ولی این دولت روسیه امروز هوادار این استقلاله. چرا؟ چون دولت آقای بارزانی با یکی از بزرگترین کمپانی های نفتی روسیه که آقای پوتین در اون نقش خیلی مهمی داره، قرارداد نفتی بسته و 3 میلیارد دلار هم وام گرفته از اونها. سه کشور در واقع هواداره، سه کشور اصلی هوادار استقلال اقلیم کردستان عراق، اسرائیل، عربستان و روسیه هستند. روسیه به دلایل اقتصادی، عربستان به دلیل اینکه دولت رو در مقابل دولت شیعی عراق و در مقابل ایران میبینه، و دولت اسرائیل هم که از دیر باز هوادار کوچک کردن کشورهای خاورمیانه بوده، تکه پاره کردن کشورهای دیگر برای اینکه این کشورها نتوانند در برابر اسرائیل قد بلند کنند. حتی تجزیه ایران یکی از برنامه‌های برجسته و بلند مدت دولت اسرائیل بوده. خب طبیعی هم هست، یعنی هنگامی که این دولت ها زندگی دولت اسرائیل رو تهدید می کنند، هرچه ناتوان تر بشوند به سود دولت اسرائیل است. اگر این کشورها با اسرائیل کنار می آمدند، منطقه مسلمان نشین خاورمیانه، و اسرائیل رو به رسمیت می شناختند و با اسرائیل کار می کردند، چه بسا حتی جناهای تندروی درون اسرائیل هم دارای چنین قدرت و توانایی نمی بودند. ولی ما با گرفتاری های خیلی گسترده‌ای در این منطقه روبرو هستیم. سخن از این است که مردم کرد دارای این حق هستند که به حق اونها پایمال شده که اونها هم یک کشوری داشته باشند. جالب اینجاست که برخی از همیهنان من، از ایرانیان حتی پیشرو آزادیخواه، حتی ایرانیایی که از حقوق مردم زیر ستم در ایران پشتیبانی میکنند، شنیدم میگویند که خب این عراق اصولا یک کشور مصنوعی بوده، چرا باید این کشور رو حفظ کرد؟ درست هم میگن، کشور مصنوعی به این معنا که پس از فروپاشی دولت عثمانی، دولت بریتانیا که در اون هنگام مسئول مستعمراتش آقای چرچیل بود،
آمدن و نقشه کشیدن، یعنی نقشه منظورم طراحی کردن و کشورهایی رو از درون عثمانی گذشته بیرون آوردن که بسیاری از این کشورها با خط مستقیم درست شدن. کویت یکی از اونهاست، عراق یکی دیگر از اونهاست. دو برادر رو هم کلیدداران، فرزندان کلیددار کعبه رو آوردن که از خاندان هاشمی بودن، یکی رو پادشاه اردن کردن و دیگری پادشاه عراق، که اون پادشاه اردن همچنان نوش بر سر کاره، ولی پادشاه عراق در اون کودتای بزرگی که عبدالقاسم انجام داد کشته شد، یعنی عبدالکریم قاسم و پیش از اون، یعنی کودتاهایی که انجام شد در واقع او رو از بین بردن، عبدالکریم قاسم. خب پاسخ من به این دوستان این است که بیشتر کشورهای جهان پس از جنگ جهانی اول به وجود آمدند. از شمار اعضای کنونی سازمان ملل متحد 71% اونها کشورهایی هستند که پیش از جنگ جهانی اول وجود نداشتند. برخی از اونها مستقل نبودند، برخی از اونها اصلا به عنوان کشور وجود نداشتند. از درون همین اروپا پس از جنگ جهانی اول و پیمانی که در پاریس بسته شد، 9 کشور نوپا به وجود آمد و این کشورهایی بود که پیشتر وجود نمی داشتند. کشوری به نام فنلاند پیش از جنگ جهانی اول وجود نداشت. مردمانی خودشون رو فنلاندی می دانستند، به زبان فنلاندی سخن می گفتند، ولی این کشور بخش و پاره ای از یک سرزمین بزرگتر بود. البته در تاریخ کهن شاید اینجا اونجا استقلالی هم داشتند، ولی روی هم رفته بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای آفریقایی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند و بیشتر اونها با خطکش مرز برایشون تعیین شده و به همین دلیل هم دارای درگیر جنگ های داخلی هستند، چون اینها بر پایه یک سنت قومی به وجود نیامدند، بلکه اینها بر پایه فروپاشی مستعمرات به وجود آمدند. بنابراین این که میگوییم عراق کشور ساختگی است، پاسخ من این هست که پاکستان هم کشور ساختگی است. پاکستان از عراق هم ساختگی تره، یعنی پاکستان خیلی پس از عراق، عراق در واقع استقلال پیدا کرده. پاکستان پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده، در حالی که عراق پس از جنگ جهانی اول به وجود آمده. پرسشی نیست که چند کشور دارای تاریخ کهن چند هزار ساله هستند، چون اگر وارد این گفتگوها بشویم شمار کشورهای جهان اندک خواهد بود. حتی ایالات متحده آمریکا رو هم نمیتوانیم در شمار این گونه کشورها بشناسیم. اجازه بدهید که همین آقای مشکینیار، زبان کردی یکی از کهن‌ترین زبان‌های خانواده زبان‌های ایرانی است که خیشاوند بسیار نزدیک زبان فارسی است و اینها همه ریشه در زبان‌های کهن ایرانی دارند و به همین دلیل هم بسیاری از واژه‌های کردی به زبان فارسی راه یافته و بسیاری واژه‌های فارسی به زبان کردی. مردم ایران، مردم فارس زبان ایران و مردم کرد زبان ایران تاریخ بلندی با هم دارند و در این هم جای گفتگو نیست که مردم کرد در درازای تاریخ ستمهای زیادی دیدند و طبیعی است که چنین واکنش‌هایی برای اونها به وجود بیاد. اما بیاییم و دنیای امروز رو از چشمانداز منافع مردم در دنیای امروز نگاه کنیم. من کارم پژوهش تاریخه، ولی منافع امروز مردم رو از دریچه تاریخ نمی نگرم، چون در اون گم خواهم شد. ما اگر بخواهیم همه تاریخ رو بیاوریم و به حوزه سیاست امروز وارد کنیم، خودمون رو در یک کلاف سردرگم گرفتار خواهیم کرد. اگر بخواهیم به این تاریخ رجوع کنیم، این گرانترین جزیره جهان یعنی مانهاتان رو باید به سرخپوستان آمریکا یا بومی های آمریکا بازپس داد. برخی از زیباترین مناطق آمریکا رو که با جنگ و خونریزی اروپایی تباران کوچیده به ایالات متحده آمریکا از سرخپوستان اون زمان یا بومیان اون زمان، حالا سرخپوست بهشون میگفتند، ایندیان، از اونها گرفتند، اینها رو باید به اونها بازپس بدهند. همچنین این همه کشتاری که در سرتاسر آمریکای جنوبی
آمریکای مرکزی با گروه های بومی این مناطق، لشکرکشی های پرتغالی ها، اسپانیایی ها و دیگران به وجود آورد. خونریزی های کلانی که برای گرفتن سرزمین و دارایی اونها انجام دادن، همه اینها رو ما باید برگردیم به تاریخ، این سرزمین ها رو به اونها باز پس بدیم. هستن هنوز هم میهنانی که داغ 200 سال گذشته رو دارن و میخواهند که یک روزی 17 شهر قفقاز رو به ایران بازگردانند، که باز نخواهد گشت، یا پیمان گوتسیهر رو در واقع لغو کنند، یا پیمان از روم رو از نو در واقع بازبینی کنند. در نوشته های گروه های قومی کرد هم همین رگه های پر از گرفتاری به چشم میخوره. شما به هر گوشه جهان که نگاه کنید میبینید که دست به دست شده این مناطق تاریخی جهان، شهرها دست به دست شده. همین گرفتاری که امروز در یکی از مقدسترین مناطق برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان وجود داره، در بیت المقدس، در یک سو دیوار ندبه، در بالای اون مسجد الاقصا و در کنار اون جایی که میگویند یکی از جایهایی بوده که عیسی مسیح در اون به سر می‌برده، و مجموعه این بناهای کهن، اینها بر سر هم بنا شده، در راه اینها خون داده شده. این اورشلیم یا بیت المقدس ده ها بار میان مسیحیان، رومی ها، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان دست به دست گشته. در این هند هر ساختمان کهن هندوان که مسلمانان بر اون چیره می شدند ویران می کردند و بر ویرانه اون مسجد می ساختند. و همین چند دهه پیش بود که در اون جنب و جوش بزرگ هندوها که در هندوستان برپا شده بود، جنبش ناسیونالیستی ملی هندوها، یکی از بزرگترین و کهن‌ترین مسجدهای مسلمانان را ویران کردند و عده زیادی در اونجا کشته شدند. ولی این مسجدی که ویران شد، بر ویرانه یک زیارتگاه هندوها بنا شده بود. ما اگر بخوایم به این تاریخ بازگردیم و بحران‌های امروز جهان رو برپاییم، تاریخ و سرزمین‌های تاریخی بخواهیم بازبینی کنیم، دنیا دوباره پر از خون خواهد شد. آخرین نمونه این نوع خونریزی‌ها رو ما در یک سو در سوریه می‌بینیم، چند سال پیش هم در بالکان دیدیم. این حزب دموکرات کردستان ایران هنگامی که به تاریخ کردها نگاه می‌کنه، مردمی بسیار کهن، زبانی بسیار کهن، زبانی از خانواده زبان‌های هند و اروپایی و از خانواده زبان‌های ایرانی، باز می‌گردن به جنگ چالدوران، که بله، در چالدوران، در جنگی که شاه اسماعیل مغلوب شد، مغلوب شاه سلطان سلیم شد، کردستان ما رو تقسیم کردن، که گویا اون زمان کشوری به نام کردستان وجود داشته که رو تقسیم کنند. این روستاها بارها دست به دست می‌شده. گاهی این گروه کرد دمار از روزگار اون گروه دیگر کرد در می آورده، گاهی این تیر از کردها با حکومت محمد علی شاه همراه می شدن، گاهی با مشروط خواهان یه دیگه همراه می شدن. این جنگ و ستیزهای تاریخی و قومی در درازهای تاریخ در این خاورمیانه وجود داشته، و ما اگر بخواهیم با این نوع سابرسی های تاریخی کشورسازی در این منطقه بکنیم، ایران رو باید تقسیم بکنیم به دست کم 30 کشور. عراق هم از توش باید 4-5 کشور در بیاد. آرزوی برخی این است که ما کشورهای ناتوان در خاورمیانه داشته باشیم. در کردستان امروز ایران شما نیک بنگرید، من به کردستان اقلیم عراق خواهم پرداخت. نزدیک به 70 سال پیش 72% جمعیت، 75% جمعیت کردتبار و کردزبان در کردستان و کرمانشاه و ایلام، اینها روستایی بودند و یا زندگی عشیره‌ای، با زندگی عشیره‌ای زندگی می‌کردند، با روحیه و رفتار عشیره‌ای. امروز در استان کردستان ایران 71% جمعیت شهرنشین هست. 71% جمعیت شهرنشین هست.
استان در شهرستان سنندج تنها 10% روستانشین داره. چرا این رو اشاره میکنم؟ چون زندگی شهری فرهنگ شهری به خودش میاره و اون فرهنگ روستایی قومی رفته رفته کمرنگ میشه. در زندگی روستایی، در زندگی ایلیاتی، خویشاوندی و روابط بازرگانی در میان تیره های ایلیاتی است. حتی گاه از درون اون تیره کوچک ایلی هم خارج نمیشه، به کل ایلی گسترش پیدا نمیکنه. در حالی که در زندگی شهری اینها به کنار میره، مردم با هم ازدواج میکنن، از هر تیر و تبار و پیشینهی وارد کارهای بازرگانی با یکدیگر میشوند و روابط تازهی در میان انسانها شکل میگیره و از همه اینها مهمتر طبقات شکل میگیره در جامعه شهری، که این منافع طبقات و گروه های اجتماعی دیگر با منافع ایلی یکی نیست. یک زمانی در یک زندگی ایلی، در یک کتاب یک نویسنده آلمانی میخوندم که به فارسی برگردانده شده، این با بارزانی بزرگ هنگامی که اسب یک سوی تاخته 300 سوار پشتش روانه میشدند بدون اینکه بدانند کجا میروند، و میگوید یک بار ما هم رفتیم فهمیدیم که میخواهد اسب برانه، کار دیگه نمیخواد بکنه. چون زندگی عشیری بر پایه رهبر ایل، رهبر عشیره است، دوباره زندگی شهری رنگ و بوی دیگری داره. منافع ملی در اون شکل میگیره، منافع مشترک اجتماعی شکل میگیره، منافع مشترک صنفی و طبقاتی شکل میگیره. ما در تاریخ ایران دو کوشش موازی برای کمرنگ کردن این منافع یک پارچه شدن و همرنگ شدن و نه همرنگ ولی هم منافع شدن مردم رو در جامعه ایران با خود داشتیم. یکی کوشش در شیعی کردن ایران است که دوباره در جمهوری اسلامی سر بلند کرد، و دیگری در قومگرایی است، در ایل سازی است یا ایلگرایی است، منافع ایلی رو بر جامعه چیره کردن. در حالی که در جامعه مدرن رفته رفته ملت شکل میگیرد، در درون ملت منافع گروهی و صنفی و طبقاتی و اجتماعی شکل میگیره، و اینها با زندگی عشیره و ایلیاتی متفاوت هست. ایران امروز ایران ایلیاتی 150 سال گذشته نیست. یک زمانی که قاجاران بر سر کار بودند، هر کسی که در گوشی از ایران میخواست به حکومت برسد، یا باید از قاجار میبود یا باید با قاجاران وصلت میکرد، ازدواج میکرد، داماد اونها میشد تا بتواند کاری بکنه. در گوش و کنار ایران هم سران ایلی بیرون از قاجار گاه به قدرت می رسیدند یا به اونها امتیاز قدرت می دادند. مشروطه اینها رو در هم ریخت. ارتش مدرن ایجاد کرد. در ارتش مدرن ایران بسیاری از فرماندهان کرد و ترک تبار و ترکمان و از تیرهای گوناگون بودند، ولی ارتش ایران بود. و همین ارتش ایران گاه در سرکوب همون گروه هایی که سرهنگ و سپهبد و سرگرد و سرباز به این ارتش دادن شرکت میکرد، چون منافع یک دولت رو نمایندگی میکرد، بنا بود منافع ملت رو نمایندگی بکند. خب این گرفتاری میباشید، این گرفتاری بزرگ تاریخی یا گرفتاری های بزرگ تاریخی رو ما امروز نمیتوانیم به سپهر سیاست کنونی جامعه بشری وارد کنیم. من نمیگویم باید همه مسائل قومی و ملی و زبانی رو کنار نهاد، اما ببینیم گرفتاری واقعی عراق و ایران امروز چیست؟ آیا گرفتاری عراق امروز در این است که مردم کرد زبان عراق اگر جدا بشوند آزادی خواهند داشت؟ یعنی آقای بارزانی به اونها دموکراسی ارمغان خواهد کرد، در جدای اونها از عراق فساد از میان خواهد رفت؟ آیا گرفتاری امروز ایران در این است که به اقوام اجازه نفس کشیدن داده نشده؟ یا یعنی که گرفتاری بزرگ جامعه ایران در این است که حکومت دینی بر سر کار است، که در این حکومت دینی که آیین شیعی 12 امامی در کانون نشسته، ستمی چند باره بر
مردم اهل سنت که کردها هم بیشترشون اهل سنت هستن میروند، یا با بلوچ ها چنین رفتاری میشوند. ولی همه مردم ایران از این حکومت دینی ستم میبینند. بخش دیگری از تبعیض بزرگ در ایران تبعیض بر زنان هست. هیچ جنبش استقلال طلبانه، هیچ کوشش فدرالیستی بقرنج آزادی رو در ایران حل نخواهد کرد. ما یک گرفتاری مشترک برای دستیابی به آزادی، حقوق و قانونمداری در سرتاسر خاورمیانه داریم. جدن فکر میکنید از این ویرانه عراق، این واحدهای جدا شده در عراق یا واحدهای جدا شده در افغانستان، پشتون و تاجیک و هزارهی دموکراسی ساخته خواهد شد یا بیشتر و بیشتر صورت ایلیاتی به خودش خواهد گرفت؟ و همه اون جنبه های زندگی شهری و شهروندی رو از میان خواهد برد. آیا به سود مردم کردستان ایران نیست که در این کشور بزرگتر بتوانند در اقتصاد و سیاست کلان ایران درگیر بشوند و جایگاه برجسته‌ای پیدا بکنند؟ در فرهنگ بزرگ ایران، کلان ایران مانند شهرام ناظری نقش داشته باشند تا اینکه بخواهند یک دکان کوچکی برای قوم خودشون بسازند. بگذاریم که کسانی که این سخنان رو میگویند، حتی اگر شما به اقلیم کردستان عراق هم که نگاه کنید، دیگر اون پاکی های به اصطلاح ایلیاتی رو شما نمیابید. بسیاری از عراقی های عرب با کردهای اقلیم کردستان ازدواج کردند، ترکمان ها با کردها ازدواج کردند، خانواده های در هم آمیخته به وجود آمده. این در مورد ایران که به ویژه درست است، برای اینکه در مورد ایران به ویژه در میان ایرانیان فارس زبان و کردها یک نزدیکی و الفت زبانی هم نزدیکی های دیگری وجود دارد. حالا یک رشته درگیری ها در گذشته میان ترک زبانان و کرد زبانان بهش دامن زده میشد که خوشبختانه رفته رفته کم رنگ تر شده، ولی این پیوندها در ایران شکل گرفته. بخش بزرگی از مردم کردتبار در بخشای بیرون از کردستان ایران زندگی می کنند. اینها رو باید چه کار کرد؟ اینها رو باید روانه این سرزمین جدید کرد. من یک پرسش از شما می کنم. نگاه کنید به وضعیت فلسطین امروز. جدا از هر نقدی که به حکومت اسرائیل دارید که باید داشته باشید، به ویژه حکومت آقای نتانیاهو، از شما این رو میپرسم که در این نیمچه دولت فلسطین مردم فلسطین دارای حقوق بیشتری هستند یا اعرابی که عرب تبارانی که تبعه اسرائیلند و در مجلس نماینده دارن، رأی میدند، دارای حقوق هستند؟ دنیای مدرن به دنبال این است که فرد در کانون دغدغه پیشرفت انسانی، پیشرفت اجتماعی بنشیند. یعنی انسان است که در کانون بررسی ها و گفتگوها و گفتمان توسعه بشری قرار میگیره. حقوق فرد، برجسته شدن جایگاه فرد در زندگی اجتماعی، سعادت انسان، آزادی فردی برای اینکه با هر کس که بخواهد ازدواج کند، به هر دینی که میخواهد در بیاید، در هر گوشه جهان که بخواهد بتواند زندگی کند و به هر شغلی که علاقه‌مند است اون رو دنبال کنه، هر هنری رو که میخواهد اون هنر رو دنبال کنه و هر روشی رو که در روابط جنسی خودش بهش علاقه‌منده اون رو دنبال کنه، در چارچوب قانون طبیعتاً. خب در این چارچوب ما باید از این بحث‌های استقلال و جدا شدن و چند تکه پاره کردن این کشورها پرهیز کنیم. اگر بارزانی و گروه او بر این استقلال اقلیم کردستان پافشاری کنند، هم در ایران، هم در عراق و هم در ترکیه خون به پا خواهند کرد، درگیری‌های منطقه‌ای ایجاد خواهند کرد، به زیان مردم کرد خواهد بود، به زیان مردم ترکیه خواهد بود، به زیان مردم عراق خواهد بود، به زیان مردم ایران خواهد بود. تنها راه کاهش این وابستگی های تاریخی ملی کاری است که اروپا دست به اون زده و هنوز هم با
دشواری هایی روبروست. اون فراخ کردن مرزهای اروپا، از میان بردن مرزهای اروپا، ایجاد ایالات متحده اروپا است که مردم سفر می کنند، خودشو به شهروند اروپا می دانند. به این معنا نیست که علاقه ملی از میان رفته، زبان ها برچیده شده، زبان واحد ایجاد شده، این علاقه از میان نخواهد رفت. اما می توان اونها رو در چارچوب منطقی مهار کرد، به جای اینکه به جنگ و خونریزی و درگیری های ماندگار بیانجامد. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش.